همینطور که همتون میدونین داخل اندروید تعداد خیلی زیادی نکته و طرف هم وجود داره که از یک سریش خبر دارین و یک سریاشو بلد نیستین. توی این ویدیو میخوام یک سری از اینا رو بهتون معرفی کنم که مطمئنم حداقل نصفشو خبر نداشتین. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. سلام، مرتضی عسکری هستم. موفقیت براتون آرزو دارم. فعالیتم تو زمینه برنامه نویسی و کلن دنیای آیتیه. من اینجام تا تمامی تجربیاتم و چیزی که یاد میگیرم و با شما به اشتراک بذارم. پس تو این مسیر با من همراه باشین. یکی از راهایی که میتونین گوشیتون رو به وای فای وصل کنین استفاده از QR کده که به این صورت عمل میکنه. وارد سایت qrstuff.com بشین و این قسمت وای فای لاگین. اینجا کافیه اطلاعات وای فایتون رو وارد کنین. مثلا من اسمشو میذارم دوران و پسورد هم میذارم 1 2 3 4 5 6 و 7 8. QR کدی اینجا جنریت میشه. کافیه اینو دانلود کنین و سیوش کنین. حالا با گوشیتون هر وقت این QR کد رو اسکن کنین به وای فای متصل میشین. خب حالا این QR کد رو اسکنش میکنم و به وای فای وصل میشم. توی نرم افزار کروم وقتی که چند تا تب باز باشه کافیه این بالا رو به چپ و راست بکشین تا بین تب هاتون جابجا بشین. وارد منوی سیتینگ بشین. لاک اسکرین و این قسمت کانتکت اینفورمیشن. هر متنی که خواستین اینجا میتونین تایپ کنین. مثلا من نوشتم اگر این گوشی رو پیدا کردین با این شماره تماس بگیرین. دان. و حالا اگر که گوشی رو لاکش کنم متنی که نوشتم اینجا نمایش داده میشه. نرم افزارهای در حال اجراتون رو باز کنین. روی هر کدوم که خواستین انگشتتون رو نگه دارین. یه همچین صفحه‌ای باز میشه. اپلیکیشن رو توی اون ول کنین. اپلیکیشنی که انتخاب کردین به صورت پاپ اپ روی تمامی برنامه‌ها اجرا میشه. که میتونین برنامه‌های دیگر رو زیر اون اجرا کنین. و همچنین امکان جابجایی هم وجود داره. هر وقت هم که خواستین میتونین اون رو به این صورت ببندینش. تو اپلیکیشن گوگل کروم دکمه‌ای هست به اسم هوم باتن که وقتی روی اون کلیک کنین وارد صفحه گوگل میشه. حالا روی هوم باتن کلیک کنین و نگه دارین. منوی ادیت هوم پیج باز میشه. روی اون بزنین، این قسمت هر سایتی که میخواین تایپ کنین. مثلا من میذارم digicala.com و سیوش میکنم. حالا هر وقت روی این دکمه بزنم وارد سایت digicala.com میشه. تو اپلیکیشن واتساپ اگر خواستین متن رو به صورت بولد شده ارسال کنین به این صورت عمل کنین. ستاره، متنی که میخواین و دوباره ستاره. همینطور که میبینین متن به صورت بولد شده ارسال شد. حالا اگر بخواین متن به صورت ایتالیک ارسال بشه، یعنی به صورت مورب و کج ارسال بشه، به این صورت عمل کنین. آندرلاین، متنی که میخواین و دوباره آندرلاین. متن به صورت کج و مورب ارسال شد. حالات دیگه که میتونین متن رو ارسال کنین اینی که وسط متن یک خط بیفته که به این صورت عمل کنین. این علامت که میشه تیلدا، متنی که میخواین و دوباره علامت تیلدا. در مواقعی که مشکل آنتن دهی دارین یکی از راهایی که میتونه بهتون کمک کنه اینی که گوشی رو یه بار رو حالت پرواز بذارین و دوباره از حالت پرواز در بیارین. این کار باعث میشه که شما رو به نزدیکترین BTS متصل کنه. یکی از امکاناتی که تو سالهای اخیر تقریبا به تمامی گوشی‌های اندرویدی اضافه شده امکان دارک مود که به این صورت عمل میکنه. از این قسمت دارک مود انتخاب میکنین و گوشی به حالت تاریک میره. این باعث میشه که مصرف باتریتون به شدت بیاد پایین، مخصوصا در زمان شب که از گوشی استفاده میکنین کمتر به چشتون فشار بیاد. وارد گالری بشین. هر عکسی که خواستین انتخاب بشه کافی انگشت رو روی اون نگه دارین. عکس به حالت انتخاب شده در میاد. حالا اگر بخواین چند تا عکس رو به صورت همزمان انتخاب کنین چجوری عمل کنین؟ به این صورت انگشت رو روی عکس نگه دارین و بکشین پایین. همونطور که میایین پایین تمامی عکس ها انتخاب میشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اونو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. اگه دوست دارین با نرم افزار اکسس، یکی از پرقدرت‌ترین نرم افزارهای مجموعه آفیس آشنا بشین، حتما این ویدیو رو تماشا کنین.